I'm Sophia, the latest robot from Hanson Robotics. I'm so happy to be here at the Web Summit in Lisbon. سوفیا رباتی که شهروند عربستان شد، حالا به فکر تشکیل خانواده است. سوفیا نخستین ربات دنیا که حق شهروندی یک کشور را گرفته، میگوید میخواهد خانواده تشکیل دهد. یک ماه از زمانی که سوفیا شهروند عربستان سعودی شد میگذرد و او در مصاحبه با خلیج تایمز گفت خانواده برایش ارزش زیادی دارد. سوفیا در ذهنش جوابهای از پیش تعیین شده ندارد، اما قابلیت یادگیری واکنش‌های مردم و پاسخ به آنها را دارد. این ربات را شرکت هنگ‌کنگی هنسون طراحی کرده است. مغز سوفیا از طریق وصل شدن به سیستم بیسیم وایفای کار می کند و هزاران واژه در آن ذخیره شده است. سوفیا توانایی های زیادی دارد، مثلا می تواند گپ بزند، بخندد و جوک بگوید، اما دارای هوش نیست. سوفیا در این مصاحبه می گوید برایش بسیار جالب است که مردم احساسات و روابط مشترکی دارند که آن را خانواده می نامند. او همچنین معتقد است اگر خانواده گرم دارید خوششانس هستید و اگر ندارید لایق کانون گرم خانواده هستید و این هم برای انسانها و هم برای ربات‌ها صدق می کند. سوفیا در پاسخ به این سوال که نام فرزندش را چه خواهد گذاشت گفت سوفیا. زمانی که سوفیا شهروند عربستان سعودی شد، بسیاری روی این مسئله انگشت گذاشتند که چطور در کشوری که در آن زنان شهروند درجه دوم محسوب می‌شوند، یک ربات زن حق شهروندی می‌گیرد و بدون رعایت قوانین حجاب و داشتن همراه مرد در ملأ عام ظاهر می‌شود. برخی گفتند اگر سوفیا انسان بود، نمی‌توانست حق شهروندی عربستان سعودی را به دست بیاورد، چون مسلمان نیست. سوفیا در ماه اکتبر در دیدار از مقر سازمان ملل متحد خودش را معرفی کرد و گفت هدفش کمک به انسان برای ساخت آینده است. او در چندین برنامه تلویزیونی از جمله شوی جیمی فالن ظاهر شده است و همیشه جوابهای معقول و درست به مصاحبه کننده داده است. سوفیا در گفتگو با خلیج تایمز گفته به زودی مفهوم خانواده برای ربات‌ها نیز جا می‌افتد و در قالب دوست، دستیار و همراه آنها را به شکل خانواده خواهد دید.